سلام دوستان، محمد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدانیم به سرنوشت بازیگرای سریال تولدی دیگر بعد از 23 سال میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشی و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. سریال تولدی دیگر مجموعه قدیمی و نوستالژی تلویزیون در سال 1377. کارگردانی این مجموعه بر عهده داریوش فرهنگ و نویسنده اون علی خودسیانی بود که طرح توسط بیژن بیرنگ ارائه و فیلمنامه اولیه رو هم رامبد جوان کار کرده بود. سریال تولدی دیگر داستان زن و شوهری مرفهی که در کشمکش طلاق با وجود 3 فرزندن. و با ما همراه باشید تا با سرنوشت بازیگرای این سریال قدیمی آشنا بشید. لعیا زنگنه. لعیا زنگنه متولد 1 مهر 1344 در تهران، لیسانس ادبیات نمایشیه و از تئاتر دانشجویی شروع کرده و در سال 1374 با سریال در پناه تو وارد قاب تلویزیون شد. اولین تجربه حضور سینمایی ایشون فیلم راز مینا در سال 1375 بود. این خانم بازیگر ازدواج کرده و یک فرزند دختر داره. فرهاد جم. فرهاد جم متولد 4 شهریور 1345 در تهران، تحصیل کرده یه لیسانس تئاتر از دانشکده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و از سال 1368 با تئاتر شروع به کار کرد. در سال 1373 با اولین بازی تصویریش در سریال همسران به شدت مشهور شد. آقای بازیگر از 2 ازدواج خودش صاحب 1 فرزند بزرگتر پسر و 1 دختر کوچیکه. جمیله شیخی. جمیله شیخی متولد 8 اردیبهشت 1309 در زنجان و تحصیل کرده مقطع دیپلمه. ایشون از سال 1334 با تئاتر شروع به کار کرد و در سال 1354 در فیلم خرابخانه بازی کرد. شهرت ایشون بعد از انقلاب با سریال پدر سالار 1373 بود و متاسفانه ایشون 2 خرداد 1380 در سن 71 سالگی به خاطر سکته قلبی درگذشت. عبدالرضا اکبری. عبدالرضا اکبری متولد 14 فروردین 1332 در کرمان، دکترای هنر از بنیان علوم و فنون رو داره که از 15 سالگی وارد تئاتر شد و سال 1363 در فیلم زندان دولتو بازی کرد. ایشون با سریال بیپناه سال 1365 مشهور شد و در حال حاضر هم 2 فرزند پسر داره. زهره حمیدی. زهره حمیدی متولد 8 اردیبهشت 1336 در عراق، دیپلمه اقتصاد و از سال 1368 با فیلم سینمایی دلاوران کوچه دلگشا اولین بار جلوی دوربین رفت. ایشون سپس در سریال کاراگاه سال 1374 هم بازی کرد و ثمره ازدواج ایشون 2 پسر و 2 دختر. فریبا متخصص. فریبا متخصص متولد 1 مرداد 1340 در بروجرد لرستان، لیسانس رشته جامعه شناسی داره و از سال 1359 با تئاتر به کارگردانی اکبر زنجانپور شروع به کار کرد. اولین تجربه بازیگری ایشون سال 1363 با فیلم شب مکافات بود و حالا از ازدواج خودش ایشون 1 پسر به نام پوریا داره و پوریا هم چند تا تجربه بازیگری داره. محمود عزیزی. محمود عزیزی متولد 24 آذر 1323 در تهران، دکترای رشته تئاتر از دانشگاه فرانسه رو داره و با تئاتر شروع کرد و در سال 1369 با فیلم همه ملت جلوی دوربین رفت. ایشون با فیلم لیلی با من است سال 1374 مشهور شد و از سال 1366 که ایشون متأهله. فاطمه طاهری. فاطمه طاهری اصفهانی متولد 6 فروردین 1318 در تهران و از سال 1336 وارد تئاتر شد
و در سال 1366 با فیلم تحفه ها جلوی دوربین رفت. متاسفانه ایشون در 17 فروردین سال 1391 در پی سکته قلبی در سن 73 سالگی درگذشت. نعمت الله گرجی. نعمت الله گرجی هم متولد 9 فروردین 1305 در تهرانه. ایشون بازیگری رو با سیاوازی شروع کرد و سپس سالها در جامعه باربود حضور داشت. ایشون در سال 1350 با سریال قصه عشق جلوی دوربین رفت و در نهایت در 17 فروردین 1379 یه روز بعد از فوت محمد علی فردین ایشون هم در سن 74 سالگی درگذشت. مریم سعادت. مریم سعادت متولد 24 شهریور 1337 در تهران، لیسانس تئاتر عروسکی داره و در سال 1366 با صداپیشگی در خونه مادر بزرگه کارشو شروع کرد. در سال 1369 ایشون با سریال آرایشگاه زیبا جلوی دوربین رفت و با مجموعه زیزیگلوی سال 1373 به شهرت رسید. پوراندخت مهیمن. پوراندخت مهیمن متولد 15 فروردین 1332 در اصفهان، فوق دیپلم هنره که قبل از انقلاب با تئاتر کارش رو شروع کرد و سال 1364 با سریال آینه جلوی دوربین رفت. ایشون سال 1355 ازدواج کرده و یک فرزند به نام طوفان و یه دونه هم نوه داره. ساناز سماواتی. ساناز سماواتی متولد 1350 در تهران، لیسانس زبان انگلیسی داره و سال 1371 وارد تئاتر شد تا اینکه چند ماه بعدش در فیلم حامی جلوی دوربین رفت. همسر ایشون هومن حسین نژاد کارگردان و تدوینگر بود و یک پسر به نام برسام داره. امین زمانی فرد. امین زمانی فر متولد 1365 در تهرانه که اولین بار در 11 سالگی با همین سریال تولدی دیگر جلوی دوربین رفت و با اولین دستمزد خودش یه دونه کامپیوتر خرید. ایشون برای بار دوم در سریال گمگشته بازی کرد و دیگه به طور کلی از عرصه بازیگری جلوی دوربین فاصله گرفت. گلشید اقبالی. خانم گلشید اقبالی هم متولد 11 آذر 1370 در تهران، تحصیل کرده ی رشته منابع طبیعی و محیط زیسته و در 6 سالگی در فیلم مهر مادری بازی کرد. ایشون سپس کلن از بازیگری فاصله گرفت و مدتی در حوزه موسیقی خبرنگار بود. خانم گلشید اقبالی سارای سریال تولدی دیگر که حالا بزرگ شده توی گروه های فیلمسازی در خارج از کشور فعالیت خودش رو ادامه میده. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.